نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. الله پاک و مهربان برای ما که از زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دور هستیم، هم معجزاتی رو قرار داده که ایمان ما قوی تر بشه. چه معجزه ای از این بالاتر که دفعه قبلم بهتون گفتم که بعضی حرفا بود که پیامبر میفرمود مجبور بود حتی قسم بخوره، چون باور کردنش مشکل بود برای مردم اون دوره، ولی امروز ما به چشم سر میبینیم. مثل اینکه دفعه قبل گفتم که مرد و زن در راه جفتگیری میکنن مثل حیوانات، و گفتم این همین باعث شد که من ایمان و یقینم بیشتر بشه و احادیثی رو پیدا کنم که با قسم خوردن بوده، که عجیبه دیگه، بعض چیزا پیامبر قسمم خورده برای خودم، و گفتم شما رو در اون با خودم همراه میکنم. اولین حدیثم که براتون انتخاب کردم باز یک معجزه پیغمبره که چیزیش درست در اومده و چیزی به سرعت باد داره درست در میاد، و اون چیه که حضرت ابی سعید رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم به دست اوست، لا تقوم ساعته، قیامت برپا نمیشه حتی تا وقتی که تکلم السباع الانس، که تا وقتی که حیوانات وحشی با انسانها صحبت کنن، عجب، و تکلم رجل الاغت صوت و شراک و نعله و یخبره بما احدث اهله بعده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، قیامت به پا نمیشه تا وقتی که حیوانات با انسان ها صحبت کنن، حیوانات وحشی و انسان به چیز به دسته عصای خود نگاه کنه و بند کفشش بهش بگه که در خونه چه خبره، باش حرف بزنه. و این دومی که ما میبینیم درست در مده، حتی از این مرحله ما رد شدیم که با یک جی پی اس کوچیک در داخل عصا یا چوب دستی یا کفش میتونی شما بفهمی در خونه چه خبره به راحتی. این که شده دیگه، ولی اون وقت اگه میگفت میگم من عصا چه ربطی داره به خونه من، من دو تا شهر اونورترم، پیامبر قسم خورده. حالا ما که میگیم که انسان با حیوان صحبت میکنه، بعضی از اینا میگه عجیب میشه، ولی شدنی است و شده تا یه حدودی. شما الان ببینید، من مثلا یک اگر بتونم بیارم یک مثلا برحال این شده دیگه، تو برنامه چی من صحبت میکنم ناباوران، به طور مفصل براتون میگم که بشر داره کار میکنه که با حیوانای وحشی صحبت کنه. خب پس این حدیث هم درست در اومد دیگه، نصفش دومش که دیدید، نصف اولش هم درسته. گفتم برنامه ناباوران ببینید، بعدی رو متوجه میشید. پس پیامبر حرفایی که زده درسته، و جایی که قسم میخوره، چون مسئله عجیبه باورش که این مشکله، قسم میخوره، یعنی به قسم نیاز نداره. حالا ما شیطان یه موجود خیالی میبینیم، در حالی که شیطان وقتی نشستیم غذا میخوریم کنار ما داره غذا میخوره. شیطان که دستش تو غذای ما ببره دیگه، حالا ما باید به هم بخوره، ولی این کارو میکنه. حدیث رو نگاه کنید، حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت میکنه که با پیغمبر نشسته بودیم و منتظر بودیم که غذا بخوریم، تا پیغمبر دست دراز نمیکرد به غذا، ما هم دست دراز نمیکردیم از روی ادب. یه دفعه میگه همینطور شد، غذا رو آوردن، یک دفعه میگه یک دخترک دوید که مثل اینکه اینو میدونن، اومد تا دستش رو در داخل غذا کنه، پیامبر دست رو گرفت. اون وقت مردم غذا رو در یک سینی بزرگ میخوردن، پیامبر دستش رو گرفت. در همین وقت بیابانگرد اومد، اونم مثل که کسی اونو میدونه، شروع کرد با غذا خوردن، پیامبر دست اونم گرفت. باز فرمود، اینجا جمله رو ببینید: ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم الله علیه، شیطان به درستی که غذا رو برای خودش حلال میکنه اگه اسم الله رو نگید، یعنی بسم الله در غذا نگید، شیطان هم با شما میشینه میخوره. و انه جاء بهذه الجاریه لیستحل بها فاخذت بیدها، میگه این دخترک رو آورد که دووند که بیاد دست به غذا بزنه بدون بسم الله که اونم بتونه بخوره، میگه من نذاشتم دخترک بخوره. فجاء بهذا العربی لیستحل به فاخذت بیده، میگه این عربی رو آورد این بیابانگرد رو که غذا رو برای خودش حلال کنه، من نذاشتم، یعنی بهشون مجبورشون کردم که بسم الله بگم بعد بخورن. والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، ان یده فی یدی ما یدها،
میگه شما میگه باور نمیکنید، ولی شما که ندیدید، من دیدم دست شیطان همراه دست دخترک بود، میخواست به غذا نزدیک بشه، من دست دختر گرفتم، دست شیطان هم گرفتم. یعنی شیطان یک موجود حقیقی است. لذا فراموش نکنیم، بچهای خودم یاد بدیم که وقت غذا حتما بسم الله بگن که شیطان از ما دور بشه. شیطان بر ما خیر که نمیخواد دیگه، در این شکی نیست. لذا اینکه با ما غذا بخوره حتما در اون فتنه و فسادی است. حالا چی است ما نمیدونیم، پس یادتون نره. آدم مریض میشه، مریض شد دیگه، باید ناراحته که من چرا مریض شدم، ولی که مریضی یک فایده هم داره، از مریضی باید دوری کنیم، ولی لا محال انسان مریض میشه، حتما مریض میشه. فایده چیه؟ پیغمبر برای اینکه این فایده رو به ما بگه قسم خورده صلی الله علیه و آله و سلم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، یعنی قسم به الله، ما علی الارض مسلمون یصیبه اذن من مرض فما سواه الا حتی الله به سیاته کما تهبت شجرت ورقها. میگه قسم به الله که مسلمانی نیست که دچار مریضی بشه یا یک بلای دیگه سرش بیاد. سر انسان دیگه بلاهای مختلف میاد، هر بلایی بیاد، حتی یک خار تو پاش فرو بره. میگه خدا به خاطر همین بلایی که سر مؤمن اومده، سر مسلمان اومده، این مزیت مسلمانه، خداوند گناهش پاک میکنه، گناهش میریزونه، مثل که درخت برگشو میریزه در پاییز. پس وقتی که سرت مصیبت اومد فایده چیه؟ پیغمبر قسم خورد. فایدهش این است که وقتی مصیبت اومد شما اینقدر ناراحت هم نشید که آقا آسمان زمین اومد، نیومده. یه ضررای داره، فایده هایم داره. این یکی دیگه باید حتما قسم میخورد. کی باور میکنه اینو؟ اینه کی باور میکنه؟ ولی پیامبر ما هر چی که فرمودن درسته. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. چی فرمودن؟ والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، لولم توزنی بود، اگه شما گناه نکنید، خب چی میشه اگه گناه نکنیم؟ لذهب الله بکن، خدا شما رو میبره، به شما نیاز نداره. عجب، حتما خدا شما رو میبرد، اصلا نیاز نداشت به شما. ولجاء بقوم یذنبون، میره یه قوم دیگر پی میاره با جای شما که گناه کنن. عجب، گناه ما این است که ما گناه نمیکنیم؟ بله، گناه ما این است که گناه نمیکنیم، اگر نکنیم خدا ما رو میبره. عجیب نیست؟ ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم. قوم دیگری میاره که گناه کنن و استغفار کنن تا اونا رو ببخشه. چرا حالا؟ این حدیث چی میخواد به ما بگه؟ یعنی محال است که ما گناه نکنیم، چنین چیزی ممکن نیست. پس اگه گناه کردید کله خود نزن، چاره داره دیگه؟ مرض میری دوا میخوری، گناه کردی استغفار میطلبی و باید یقین داشته باشی خدا داره میبخشه. حالا بگی چرا، چی فایده داره؟ فایدهش این است که میفهمی الله تو مهربانه، میبخشه، درگذره و به الله ایمان داری. وقتی دیگه ایمان داشته باشی گناهت خود به خود کم میشه، اما تا آخر عمرم تو گناه میکنی، یادت باشه، هیچ امکان نداره. استغفار آبی است که رو آتش گناه ریخته میشه. این حدیث خیلی عظیمه، ولی پیامبر برای اینکه مردم بفهمن، چون مردم اکثرا کمالگرا هستن، میگه ما باید هیچ گناه نکنیم، نمیشه. لذا این حدیث رو با قسم یاد کردن. اما حدیث بعدی که پیامبر با قسم یاد کردن به شما نشون میده که چقدر این روزه ثواب داره. میدونید که بوی بد اسلام خیلی بد میدونه، بوی بد رو، ولی با این وجود هوایی که از معده خالی خارج میشه پیش خدا از بعضی انسانها که روزه دار هستن، از مسکم پیش خداوند معطرتره. یعنی چه؟ چرا آخر؟ حالا میگم چرا. والذی نفسی بیده، اینم باید قسم میخورد. باز راوی ابو هریره است رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که چی؟ که والذی نفسی بیده، کسی که قسم به کسی که جانم در دست اوست، لخلوف فم صائمه اتکب عند الله من ریح المسک، که حتما حتما هوایی که از معده خالی معمولا میشه بوی خوبی نداره، ولی از روزه‌دار پیش خدا، از دهانش، بوی دهانش پیش خدا بهتر است از بوی مسک. مسک میدونی دیگه، خوشبوی معطر است. در اینجا الله چی میفرماد؟ میفرماد که یقول عز و جل، خدای پاک با عزت و جلال میفرماد انما یذر شهوته و طعامه و شرابه من اجلی فالصوم لی و انا اجزی به. میگه این مرد یا این زن میگه شهوت و شراب و غذا شد، آب و تشنگی شد، تحمل کرده به خاطر من و این روزه برای منه، چون خالصه دیگه، روز خالص برای خداست. و انا اجزی به، من میگه سزا بهش میدم، من پاداش میدم، کل حسنتین و عشر امثالها الی سبع مئة ضعف. میگه هر عملی رو من
ده برابر تا 700 برابر من ثواب میبیدم. فقط صیام از اینم بیشتره روزه، الا صیام به ولی و انا عیزی به، روزه از منه و من جزاش میدم، روزه مال منه، یعنی بالاتر از 700 است. دیگه چقدر خدا جزا بده. ما جزای روزه، پاداش روزه رو در دنیا میبینیم. کسایی که روزه میگیرن یک پاداشش این است که خوشحالن، کسایی که روزه میگیرن بخاطر همین زحمتی که میکشن یک پاداشش این است که مریض نمیشن، سرطان نمیگیرن. متوجه هستی؟ روزه که زیاد بگیره سرطان هم نمیگیره، زیاد بگیره دیگه. خب بعضی مردم نمیخوان بچه دار بشن، درد سر بچه خیلی زیاده میگه، خصوصا زنها. الان ایران یک مشکل بزرگی که داره این است که مردمش بچه دار نمیشن زنها، میگه که این زحمت تعمل میکنه، ولیکن ثوابش هم ببینید. مادر که بهش زیر پاشه، مادر که به اصطلاح هر حرکت که در خونه انجام میده برای بچه ثواب خدا برش مینویسه و و و و. حالا این بچه دنیا نیاد چی؟ بچه مثلا حامله میشه، بچه سخت میشه، اونم ثواب داره، پیغمبر قسم خورده ثواب داره. چه ثوابی داره؟ باور کردنی نیست. معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قسم خوردن، فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، یعنی الله، ان سقط لیجر امه بسرره الی الجنه اذا احتسبته. میفرماد که جنین سخت شده که میفته از بین میره دیگه، میمیره دیگه، این میگه مادر خودش رو در روز قیامت میکشونه به طرف بهشت. خود جنین که به بهشت میره، مادر خودش هم به همون تنابی که به مادر وصل بوده، به اصطلاح به همون ریسمانی که به اصطلاح رگ که به مادر وصل، همون بچه نوزاد که تو شکم مادره، این میگیره میکشه میبره در بهشت. یعنی ثواب سخت جنین هم بهشت. اگر بگه برای خدا هر چی که شد خدا، من به خاطر خدا تحمل میکنم، نه اینکه خودش بره سخت کنه، در روز قیامت بازو میگیرتش و بار به جهنم میبردش. چرا؟ میگه من برای چی کشتی؟ من که روح داشتم. هر کس این کارو کرده باید توبه کنه و بعد از این دیگه نکنه. این حدیث خیلی عجیبه، باور کردنش مشکل. البته نگفته پیامبر این کارو بکنید، میخواد بگه که حق شوهر چقدر زیاده. ببینید حق پدر چقدر زیاده. پدر بچه خودو بکشه مجازات نمیشه در اسلام، چرا که در حقیقت به خودی ضرر زده. چرا؟ و اینکه اگه بچه خود بکشی یعنی به خودش کشته دیگه، از بس که ناراحت میشه. لذا به اسلام میگه برو همون بلا برات بس است که این بلا رو سر خودت آوردی، دشمن خودت بودی. مادر چرا حق داره؟ برای اینکه خدا در دلش محبت بچه رو گذاشته. همینطور خداوند مردا رو به اصطلاح محتاج زنا کرده و محبت نمیگه. مال زنا به مردا محبت ندارن، ولی من یه دفعه دیگه براتون صحبت کردم که محبت مردا به زنها بیشتره. برای دلیلش هم اینه که من شب روز کار میکنه براشون پول میاره. لذا حق مرد این تو کشورهای غربی سعی میکنه میگه مساوی هستند و فلان هستند و بهمان هستند، هم زندگی مرد رو خراب میکنه هم زندگی زن رو. اما اسلام اینو نمیگه، خیلی واضح میگه حدیث صحیح است یا حسن است، هر دوش صحیح میشه، یعنی قابل اجراست. این حدیث حسنه، یعنی یک درجه از صحیح پایین تره ولی قابل اجراست، یعنی پیش ما درسته. حضرت انس چی میفرمود؟ میگه پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میگه هیچ وقت جایز نیست که یک انسان برای یک انسان دیگه سجده کنه. و اگر جایز می بود ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت الامراه ان تسجد لزوجها من اذن حقه علیها. میگه اگر این میشد، جایز می بود که مردی زنی که انسانی برای انسان دیگه سجده کنه، اول زنا رو میگفتن برای شوهرتون سجده کنید، به خاطری که حق مردا زیاده. در اینجا یک چیزی میگه، نمیگه این کارو بکنید، یعنی میگه اینقدر حق زیاده که اگه این کارم به فرض محال میکردید حق شوهرتون ادا نمیشد. اون کار چیه؟ قسم میخوره، چون باورش مشکله. والذی نفسی بیده، قسم به الله، لو ان من قدمه الى مفرق راسه غرهة تنبجس بالقیه و صدید ثم اقبلت تلحسه مدت حقه. میگه قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر مرد جان زخمی بشه، چرک کنه، آب مثلا زخم بیاد بیرون، چرک کنه، آب زخم بیاد بیرون از سر تا پاش، و این زن برای پاک کردن این زخم به شوهرش اون رو با دهانش پاک کنه، چنین چیزی البته جایز نیست در اسلام. اسلام دین پاکیه. میخواد حق و فقط مقایسه میکنه، میگه قسم میخورم که اگه با دهانش هم پاک کنه این کرک رو، حق شوهر رو ادا نکرده. عجیب نیست؟ ولی اگر چنین چیزی باشه، خب گفتم محبت خدا در دل مردا قرار داده. حالا یک چهار تا استثناء هست، یک مردی هم هست که ممکنه
معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، به دختر خود مثلا نظر خوب نکنه، ولی آیا همه همینجورن؟ پدر دیگه معلومه دیگه. یک استثناء رو ما نگاه نمی کنیم، دو تا استثناء رو نگاه نمی کنیم، سه تا استثناء رو نگاه نمی کنیم. ما میگم عموما مادر فدای بچهش هست، پدر فدای بچه هاش هست، شوهرم زن دوست داره، چون مال خودش فکر میکنه. تو اسلام اینجوری سیستم درست شده، کی به مال خودش ضرر میزنه، کی به ماشین خود ضرر میزنه، والا اینم بعضی ناراحت میشن، کی به ماشین خود ضرر میزنه، کی به خونه خود ضرر میزنه، زن رو مال خود میدونه. اینطوری سیستم ساخته شده، لذا عموما به این ضرر نمیرسونه مگر اینکه با جنگ و دعوا کنه. لذا اسلام میگه که مدارا کن، به مرد میگه مدارا کن، به شوهر میگه، به زن میگه اطاعت کن، به مرد میگه مدارا کن، به شوهر میگه اطاعت کن، تا به بدبختی که مردمی که نکردن ایران هم اجرا نمیشه دیگه. چی شده؟ نه عروسی است. حتی تو کشور عربی، بعضی از این کشور عربی 50% دختراش عروسی نکردن. چرا؟ برای اینکه نمیدونم تو آسمون هفتم پرواز میکنه، نمیشه که. 52% در بعضی از کشورهای ثروتمند عربی دخترها شوهر نمیکنه. مرد چیکار میکنه؟ میگه برو، چرا به خود زحمت بدم؟ هم بعد از اینکه خرجش هم میدم زبانش 2 متر درازه. وقت نیست گرنه داستانی رو میگفتم چند روز پیش تو تهران اتفاق افتاد که یک مرد ریزجاره سر همین اعدام شد. به طور خلاصه اگه بگم یا باز یه وقت دیگه میگم، چون وقت کم داریم و وقت داریم. عرض به حضور شما که داستان اینجوری بود که یک مردی که به اصطلاح کامپیوتر، متخصص کامپیوتر بود، تا حد دکترا خونده بود، این آقا نامزدی داشته و قرار بود 20 روز بعد عروسی کنه. همین 2-3 روز قبل اتفاق افتاده تو تهران. میخواسته 20 روز بعد عروسی کنه، پدر مادر دختره رفتن خونه شون شهرستان که کارت عروسی رو تقسیم کنن. این پسر اومده خونه، این دختر همیشه باش دعوا میگرفته. این یه دفعه دیدن که خونه آتیش گرفته و پلیس که اومده دیده که دختره سوخته مرده، ولی همسایه گفتن که ما نامزدش دیدیم تو پارکینگ. شک کرده پلیس، هم همون مرد رو آورده که گفت متخصص کامپیوتره تا حد دکترا. گفت داستان چیه؟ مجبور شده اعتراف کنه که والا من این زنم همیشه با من دعوا، نامزدم با من دعوا میکرد. یه روزم که خونش رفتم، این میگه جیغ داد شروع کرد. من گفتم تو چرا همیشه شکایت میکنی؟ میگه خونه رو به اسمش کرده بودم. میگه ماشینت هم به اسمم کن. اینجوری که اسلام نگفته که. و من بهش گفتم چرا اینقدر تو همیشه شاکی هستی؟ میگه صداش بیشتر بلند کرد، میگه عصبانی شدم، در دستم میگه سیمای کامپیوتر برق بود، داشتم کاری میکردم، میگه همون رو به جونش نزدیک کردم، این مرد. وقتی مرد وحشت کردم و خونه رو آتیش زدم، خود نجات بدم که بد در بدتر شد. و بعد محاکمه شد، محکوم به اعدام شد، پدر مادرش اومدن هرچی تقاضا کرد که منو ببخشید، اینو بردم پای چوبه دار به اعدامش کردم. هم مرد بدبخت شد، هم زن بدبخت شد. و اگه دستور اسلام رعایت بشه این چیزا نمیشه. خب حدیث بعدی، جلوی چشم اروپا هست دیگه. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت میکنه که مردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن که یک مردی میگه، چی میگه؟ الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مباركا فيه، شکر خدا، حمد خدا، حمد زیادی که پاک باشه، مبارک باشه. پیامبر گفتن که من صاحب الکلمه، کی حرف زد؟ مرد ساکت شد و ترسید که حرف بدی زده باشه. فرمودن که لم یقل الا صوابا، بگو کی بودی؟ گفت یا رسول الله من بودم، میخواستم حرف خیری بزنم. فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، من دیدم، میگه رأیتو، من دیدم. چی دید پیامبر؟ بس اتو عشرت ملکن یبتدرونها ایهم یرفعها الا الله عز وجل. میگه بیش از 10 تا فرشته رو دیدم که هجوم آوردن. در حدیث دیگه است که بیش از 33 فرشته رو دیدم که هجوم آورد به کلمه تو، این کلمه رو بگیرم ببرم پیش الله، از بس که این کلمه خوبه. الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، که ما تو نمازم میگیم، یعنی شکر خدا گفتن، حمد خدا گفتن، محبوبه پیش الله، که فرشته خوشحال میشن که حرف محبوب به خدا برسونن. اما جمله دیگه که پیغمبر قسم خورده که این اسم اعظمه رو ببینید. انس بن مالک میگه ما نشسته بودیم با پیغمبر در یک گروه، حلقه زده بودیم دورشون نشسته بودیم. یه نفر میگه اون طرفتر نماز میخوند و رکوع کرد و سجده کرد و در تشهد، آخر تشهد میگه این دعا رو خوند. من دعا رو به رنگ زرد مشخص کردم تا بدونید که این دعا به اصطلاح چه ثوابی داره. اللهم انی اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت
الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اللهم اینی اسألوک. دیگه معنیش میگم خدایا من از تو سوال میکنم به این که اول شرط میگویدم به این که اول اینکه اعتراف میکنم که حمد برای توست، غیر از تو خدایی نیست. حنان هستی، منان هستی، بخشنده هستی، رؤوف هستی، آسمان ها و زمین پدید آوردی، جلال و اکرام و بزرگی و شکوه همه مال توست، زنده هستی، نگهدارنده هستی. من از تو سوال میکنم. بعد از که صفات های خدا رو گفت از تو سوال میکنم. با سوالش هر چی بود پیغمبر که این شنیده تو همون حلقه درسی که نشسته، حالا تو همون گروهی که نشسته، پیغمبر فرمود اتدرون به ماذا، میگه فهمیدید این چی دعایی کرد؟ صحابه گفتم خدا و پیغمبرش بهتر میدونه، ما چه میدونیم که چه ثوابی داره؟ فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، لقد دعا به اسم العظیم الذی اذا دعی بهی اجاب و اذا سئل بهی اعطا. میگه به اسم اعظم خدا رو خوند، این هر دعایی بکنه دعاش مستجاب میشه. نگاه کنید در این دعا لا اله الا انت هست، این جمله جمله اسم اعظم است. من چون همه احادیث های مربوط به این رو من بررسی کردم، این جمله تو همه این جمله شریک است. لا اله الا انت، لا اله الا الله اسم اعظم است، یعنی غیر از الله الهی نیست. پس اسم اعظم رو یاد بگیرید. این حدیثی است که به اصطلاح ممکنه منکرین حدیث معمولا این چیزها رو رد میکنن. کافر که کافره دیگه، اون اصلا نمیخواد قبول کنه، یعنی این بلا سرش نمیاد، این بلایی است که سر کافر تو قبر میاد. اما بعضی از این کسایی که مؤمن به قرآن میگن هستیم، مدعی هستن به حدیث قبول ندارن، میگه آقا این چرندیات چیه، میگه آخه ای بس تو فلان است و بهمان است. عرض کنم به حضور شما که این بلا هم از آتش که بزرگتر نیست، هیچ بلایی در دنیا از آتش بزرگتر نیست. اون دیگه مجبور قبول کنه که در جهنم انسان رو در آتش میسوزونه یا نه جاویدان هست، یا اونم قبول نمیکنی، مجبوری قبول کنی. پس بعضی از مسلمان ها شک میکنن، شک نکنید، پیغمبر قسم خورده و حدیث صحیح ما سند نگاه میکنیم. یا حدیث حسن ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه ان المؤمن فی قبره لفی روزه خضراء یرحب له قبره 70 ذراعا وینور کالقمر لیلة البدر. میفرماد که به درستی که مؤمن، پیغمبر فرمودن، راوی ابو هریره است، در قبرش، یعنی هر مؤمنی میمیره در قبر میره دیگه، میگه در یک باغی هست سبز رنگ و قبر براش باز میشه 70 ذره و قبر براش منور میشه، روشن میشه مثل اینکه ماه شب 14 باشه، یعنی یک نور آرامش بخش در قبر هست. یعنی حال مؤمن در قبر خیلی خوبه. اما اتدرون فی ما انزلت هذه الآیه فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. میگه میدونید این آیه در مورد کی نازل شد؟ که معنی آیه است در سوره طه آیه 123-124، به درستی که برای کافر هر کس که از ذکر خدا روی برگردانه و من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، به زندگی سخت داره و روز قیامت کور چی میشه، کور به دنیا میاد بیرون. یعنی انسان هایی که کافر هستن در روز قیامت کور هستن. باز پیامبر فرمودن اتدرون مل معیشة ضنکا، میدونید که زندگی سخت یعنی چه؟ صحابه عرض کردن رسول خدا و رسولش بهتر میدونن. فرمود قال، خوب توجه کنید، فرمودن عذاب الکافر فی قبره والذی نفسی بیده، عذاب کافر در قبرش. قسم باز میخوره که قبول کنیم، قسم به کس الله، قسم به کسی که جانم در دست اوست، انه یسلط علیه 99 تنمیان اتدرون من التنمیم 70 حیتن لکل حیتن 9 روز یلسعونه و یختشونه الى یوم یبعثون. میگه عذاب در کافر اینطور است که خدا بر او 99 مار عظیم رو چی میکنه، مار عظیم رو که خود این مار خیلی عظیمه، اسم تنین سرش انتخاب شده، این خود این مار میگه 70 تا است و هر کدوم از این 70 تا 7 تا سر داره. دیگه فکر کنین چند تا باشه، یکی 99 تا است، باز 99 تا میشه، هر کدومش 70 تا، هر 70 تا هر کدومش 7 تا سر داره و اینها میگه این کافر رو در قبر نیش میزنن، دورش میپیچن تا روز قیامت، تا روز قیامت. طبعا کافر این قبول نمیکنه، اگه قبول میکرد که کافر باقی نمیموند. اما ما مؤمنین باید قبول کنیم، مواظب باشیم که هرگز کافر نشیم. و این البته شاید شما بگید آقا این که عذاب سخت نیست،
خدا هر کافری رو اینجوری عذاب نمیکنه. خدا حدیث داریم، آیه داریم که خدا عادل، به اندازه سر سوزنی هم ظلم نمیکنه. آیه است دیگه، به اندازه پوسته هر سرسری خرما ظلم نمیکنه. اون کسی که مجازات این حقش هست، خدا مجازاتش میکنه و خدا میدونه که مجازات که حقش هست. حالا علی اینی که گفتم، بذارید یک دعا از دعا از نجات از عذاب قبر که برای مؤمن هم هست. بعضی وقتا مؤمنایی که گناه کردن که خدا ما شما رو نگاه کنه، باید همیشه این دعا رو بخونیم. دعا رو میگم و برنامه رو با همین تمام میکنم. عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی الله عنه میگه که عبدالرحمن پسر حضرت ابی بکر میگه که پدرم همیشه میدیدم که در دعا اینو میخونه. دست میگه به پدرم، گفت پدر جان تو هر صبح این دعا رو میخونی، اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت، و با سه دفعه میگی تا شب، و بازم صبح که شد این دعا رو میخونی، اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا اله الا انت. شبا میگه میخونی، صبح میخونی، سه دفعه سه دفعه. این داستان چیه؟ گفت پیغمبر میخوند، منم میخونم. پس اگر کسی هر صبح شب اینو بخونه، عذاب قبر نداره و از فقرم خدا نجاتش میده. دیگه آسونه دیگه. و عذاب قبر میخوای نجات پیدا کنی، این دعا رو بخون. دوباره ببینید، اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، خدای من پناه میبرم به تو از کفر. کفر همین است که مورا سرت میافتن. و فقر، فقرم بدبختی دنیاست دیگه. اگه پول داره آدم خوشبخت نکنه، فقر که آدم بدبخت میکنه دیگه. باز میفرماد اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدای من پناه میبرم به تو از عذاب قبر. تو که هر روز به خدا پناه ببری از عذاب قبر، بلکه حتی یه دفعه هم ببری، الله پاک تو رو نجات میده. لا اله الا انت، غیر از تو الهی نیست. لا اله الا انت بازم اسم اعظمه. ممنونم. بذارید حالا این آخری رو بخونم، چون که وقت نداریم به سرعت میخونم. حضرت عبدالله ابن اونیس میگه که پیامبر فرمود که من اکبر الکبائر، بزرگترین کبائر این است که الاشراک بالله، که شرک کنی به الله و حقوق الوالدین، پدر مادر از تو نازل باشن، ولی یمین القموس، و که قسم دروغ بخوری، یعنی خودت میدونی داری قسم دروغ میخوری، والذی نفسی بیده، کسی که جانم خود دست در دست اوست قسم به او، لا یعلف الرجل الا مثل جناح البعوضه الا کانت کیتن فی قلبه یوم القیامه. میگه قسم به کسی که جانم در دست اوست، کسی که قسم دروغ بخوره، قسم به نام خدا بخوره، دروغ بخوره، حتی بعد از توبه هم در قلبش یک نقطه سیاه میمونه در روز قیامت. یعنی گناه خیلی بزرگه. بعد از شرک و نافرمانی پدر مادر، آزار پدر مادر، این گناه سوم خیلی وحشتناکی که انسان قسم دروغ بخوره به نام خدا، یعنی میدونه دروغ داره میخوره، این آثارش پاک نمیشه، یک نقطه در تا روز قیامت هست در قلبش. الله پاک ما رو شما رو از این کفر و از این نفاق و از این چیزا نگاه کنه. آمین یا رب العالمین. الله حافظ و نگهدار شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.